سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است اعضای 5 به علاوه 1 در آخرین دور گفتگوهای خود با ایران در ژنو سوئیس درباره هیچ سند مشترکی بحث نکردند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 22 آبان ماه به خبرگزاری رویترز گفته است تغییری در برنامه هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. به گزارش کورتپا، پدر زانیار مرادی گفته است پس از اینکه خطر اعدام زانیار و لقمان افزایش یافت، یک زن و مرد مریوانی حاضر شدند تا در هر دادگاهی درباره بیگناهی این دو جوان کرد گواهی دهند. ظهر امروز پنجشنبه 23 آبان ماه در پی یک سلسله عملیات تروریستی و انتحاری در مراسم عاشورای شیعیان در منطقه سعدیه عراق نزدیک به 35 نفر کشته و 75 نفر زخمی شدند.